سو قبل از اینکه جواب بدین به من بگین که کمند بچه ها یعنی چه؟ اصلا یعنی چه؟ کمند یعنی چه؟ معنی لغوی کمند چیه؟ باریکلا هادی آفرین تناب ریسمان. بعضی ها فکر میکنن کمند یعنی مو. من دیدم بعضی ها فکر میکنن کمند یعنی مو، در صورتی که یعنی مو نیستش، یعنی تناب. معمولا مو رو به تناب شبیه میکنن، زلف رو به کمند شبیه میکنن، نه اینکه معنی لغوی کمند مو باشه. جا افتاد؟ حالا بهم بگو، حالا که فهمیدین کمندگی سو مشبه کدومه؟ گیسو. باریکلا گیسو الان شبیه شد به تنابی. سریع به این بگین در چه چیزی بچه شبه چیه که نیمده؟ گیسو به کمند شبیه شد، در چه خصوصیتی بچه شبه چیست؟ بافتن. مثلا اگه بافته نباشه گیسو باز باشه نمیشه بگی کمند شبیه شه؟ بلندی مو. باریکلا چرا میشه؟ چرا هادی؟ اگه مو بافته نباشم بازم به کمند شبیه میکنن، گیسوی کمند. نه، اون بلندی خوب شد حسین تماسفی. باریکلا پس بچه شبه یادداشت کن، کمند گیسو بچه شبه هم بلندی بنویسیم درسته، هم در ادبیات ما گیسوی معشوق در بدام انداختن دل عاشق به کمند شبیه میشه. دیدین تو فیلم های وسترن این تناب رو بالا سرشون میچرخونن، رو اسب میشینن، میندازن تو گردن مثلا صید، شکار میخوام بکنن، حالا یه حیوان، یه بز، یه اسب دیگه است، یه انسان، کلن کمند رو بالا سرشون، تناب رو میچرخونن میندازن، حلقه تناب رو اسب تو گردن اون شکار میندازن، یه گوزن، یه آهوی، یه اسبی، اونو به بند میکشن. دیدین؟ پس دو تا وجه شبه شد، یک هم گیسو در بلندی به کمند اون تناب شبیه میشه، دو هم گیسو در بدام انداختن و اسیر کردن و گرفتار کردن به کمند و تناب شبیه میشه. پس بنویسین گیسو مشبه، کمند مشبه هم به، تو پرانتز بنویسین بچه شبه، دو تا چیز، یک بلندی، دو اسیر کردن. بریم سراغ بعدی، دندان مروارید. بچه ها اول ببینم هادی چی میگه. هادی بگو سری. خب بهم بگین دندان مروارید مشبه کدومه؟ دندان. هادی دندان مشبهه. ما هیچ وقت نمیگیم عجب مرواریدیه، این دندون میمونه، میگیم چه دندانیه، مثل مروارید میمونه. سریع میتونیم به هم بگیم چرا دندان به مروارید شبیه میشه؟ نکتش هم گفتم، نوشتیم چرا دندان به مروارید شبیه میشه؟ چون درخشندگی توی چی بیشتره؟ د...
در مروارید بیشتره باریکالله. پس یه بار دیگه من اینجا می نویسم مروارید دندان مشبه، مروارید مشبه هم به، تو پرانتز وجه شبه سفیدی، وجه شبه سفیدی. فقط حواستون هست دیگه، گاهی اوقات مشبه هم به اولیه، مشبه دوم، گاهی اوقات مشبه اولیه، مشبه هم به دوم. میبینید؟ از حواستون باشه، ممکنه گاهی اوقات جاشون هم با هم عوض شه. نه؟ آخرین موردو بگین سری، الماس عشق. مشبه کدومه؟ عشق مشبه باریکالله، الماس مشبه هم به، شفافیت و درخشندگی بنویس وجه شبه، شفافیت و درخشندگی وجه شبه. چرا الماس مشبه هم بهه؟ چون درخشندگی الماس از عشق بیشتره. تموم شد. خیلی خوب، با این حساب اضافه تشبیهی یا تشبیه فشرده رو هم با هم دیگه چک کردیم دیگه. نه ششدانگ حواس به من، میخوام مطلب جدید بگم. ششدانگ حواس به من، اگر وجه شبه، یاد یه نکته ای افتادم، بذار اون نکته ها رو هم بگم اول. آقا یه نکته میگم بعد میرم سراغ این مطلبی که الان میخوام اشاره کنم. بذار این یه تیکه رو اینجا پاک کنم دیگه، قبل از اینکه صفحه بعد برم همینجا این نکته ها رو اشاره کنم، اینو پاک کنم. نه 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 هادی، فتوا نده باز خودت. چیزایی که مربوط به انسان میشه مشبه چیه؟ نه بابا، چیزایی که مربوط به انسانه میتونه مشبه بشه، میتونه مشبه اون بشه. نه اصلا به این چیزا نیستش. خب به من گوش کنید. چون چو و همچو، چو و چون اگر معنی شباهت و همانندی بده، در اون صورت حرف اضافه حساب بشه. چو و چون اگه معنی شباهت بده، همانندی بده، یعنی اداد تشبیه محسوب بشه، ما اون رو حرف اضافه حساب میکنیم اگر اداد تشبیه حساب بشه. اما اگر چو و چون معنی وقتی که یا اگر بده، در اون صورت ما اون رو حرف ربط حساب میکنیم، دیگه حرف اضافه به حساب نمیاد. متوجه این چی گفتم؟ پس حواستون باشه،
به محض اینکه چوبکونو دیدی سری نگو ادا تشبیه داریم، آرایه تشبیه داریم. نه آقا جون، اول معنی کن ببین یه وقتی معنای وقتی که و اگر نده. اگر معنی وقتی که و اگر داد نگو دیگه آرایه تشبیه داریم. حواست به این قضیه باشه. متوجه شدی چی گفتم؟ آره، در اون صورت هم بازم دوباره حرف ربطه. معنی زیرا بدم حرف ربطه، فقط معنی شباهت اگر بده باید اون رو حرف اضافه حساب کنی، عدد تشبیه حساب میشه. معنی وقتی که و اگر و زیرا بده حرف ربط حساب میشه و دیگه عدد تشبیه محسوب نمیشه. چی میگی هادی؟ دوم نکته آره الان میخوام بگم دیگه، اینو اول گفتم حالا میخوام برم سراغ اون داستان. اینو فرض شدن همه، میخوام برم یه صفحه دیگه بکنم بگذارم ازش. خب اگه یادداشتم میخوای بکنی یه گوشی یادداشت کن. چو و چون معنی شباهت بده ادا تشبیه حساب بشه حرف اضافه است. معنی وقتی که اگر یا به قول شما زیرا بده حرف رب و دیگه تشبیه منصوب نمیشه. اما بریم سراغ نکته که داشتم میگفتم. حواس من رو تخته هر چیزی که مینویسم اگه نداری یا بنویس یا اسکرینشات بگیر. مطلب مطالبی که میگم رو یادداشت کنین که من همینا رو از شما دوباره میخوام. خب ششگانگ حواس همه به من. اگر وجه شبه نیاد، نگاه کن دست منو، سفره دل وجه شبه نیمد، پهن بودن گستردگی نیمد، عدد تشبیه نیاد، خب عدد تشبیه هم نیمد دیگه، مثل مانند ذکر نشد، مشبه هم نیاد میشه استعاره. چی شو؟ وجه شبه که نمیاد هیچ، ادا تشبیه که نمیاد هیچ، مشبه هم نیاد، یعنی فقط چی بیاد؟ مشبه اون به خالی. ای چی جوری میشه؟ فقط مشبه اون به تنها بیاد، چیزی دیگه نه. همینه، ببخشید میشه مثال بزنیم بعد؟ آقا تمام این مثال هایی که الان رو تخت هست و بچه ها نگاه کنید، مثلا میگم اینجا میگفتم سفره دلتو هر جایی باز نکن، سفره دلتو باز نکن تشبیه. حالا میگم سفرتو هر جایی باز نکن، رازتو به این اون بگی. سفرت رو هر جایی باز نکن، در واقع کاملش اینه، دل خود را که در گستردگی همچون سفره است. هیچ کدومو نگفتم، گفتم سفرت رو هر جایی باز نکن، رازتو بین اون نگو. حواستون باشه اگر سفره یه جوری به کار بره که معنی واقعی خود سفره باشه، در اون صورت دیگه آرایه نداریم. ما آقا سفره رو پهن کن میخوام نهار بخوریم، هیچ آرایه نداره. سفره پهن کن میخوام نهار بخوریم، تمام شد. متوجه منظورم میشی؟ بذار مثال دیگه بزنم. ابروی کمان، آقا ابرو در خمیدگی همچون کمان است، کمند گیسو، گیسویی که در بلندی همچون کمند است. اما اگر من بگم کمند خیش را شانه میزد، کمند خیش را شانه میزد، مگه آدم طناب و شونه میزنه؟ کمند میشه
استعاره از مو، زلف. یه بار دیگه، اگر علاوه بر وجه شبه که نمیاد، ادا تشبیه که نمیاد، مشبه هم نیاد، فقط مشبه هم به خالی بیاد، آرایه استعاره پدید می آید. که به این استعاره شما که انسانی هستید حواستون باشه، بعد بگین استعاره مصرحه یا آشکار. استعاره مصرحه یا آشکار. دهان بگشود و مرواریدهای او نمایان شد. بگو سری. دهان بگشود و مرواریدهای او نمایان شد. ببخشید مگه من مروارید دارم به دهنم؟ کامل بگین مروارید. کامل بگین مروارید. استعاره از دندان. مروارید. استعاره از دندان. دانه های الماس از چشمان او سرازیر شد و بر روی گونه اش لغزید. دانه های الماس از چشمان او سرازیر شد. ببخشید مگه چشم تو الماس داره؟ بگو الماس. استعاره از عشق باری کرده محمد رضا علی بخشی. استعاره بکنم جا افتاد دیگه نه؟ پس اگر از ارکان تشبیه از چهار تا رکنش مشبه مشبه هم به بچه شبه عداد تشبیه همش حذف بشه، فقط مشبه هم به خالی بمونه، اون میشه استعاره. فقط یه نکته فقط حواستون باید باشه، نباید معنی اصلی خودشو بده. آقا رفتم جواهر فروشی الماس خریدم. الماس خریدم شهدین گفت رفتم عشق خریدم. استعاره. معذرت میخوام تو برید جواهر فروشی عشق میخری؟ عشق مگه خریدنیه؟ اصلا آرایه نداره که. من وقتی میگم الماس خریدم از جواهر فروشی، خب الماس خریدم دیگه، معنی واقعی خودشو داد. بچه ها استعاره یعنی به آریت گرفتن، آریتی، غرضی، معنای غیر واقعی، معنای اصلی خودشو نده. اون استعاره است. وقتی من میگم سروی در باغچه کاشتم، خب ببخشید سرو تو باغچه کاشتم دیگه، اصلا آرایه نداره که. سرو درخت سرو تموش. حالا سرو من جامه کوتاه از آن میپوشد کش به دامن نرسد دست تمنای کسی. سرو من جامه کوتاه از آن میپوشد. سرو مگه میتونه جامه بپوشه؟ سرو استعاره است از معشوق. ببین تمام مثالایی که به ذهنت میرسه ها، یه چیزی رو به چیزی شبیه کن، نه از خود اون چیز اسم ببر، نه وجه شبهش رو بگو، نه عدد تشبیهش رو بگو، فقط مشبه هم به خالی رو بگو، ولی معنای لغویش رو مشبه هم به نده. اگه تونستی همچین چیزی بسازی استعاره مصرح هست. بس سلام. متوجه شدی؟ اگه متوجه شدید سوال ندارید من بگم بنویسید. سوال نیست؟ بنویسید. استعاره مصرحه یا آشکار. دو تا نقطه. استعاره مصرحه
یا آشکار، دو تا نقطه مصرحه با صاد دیگه، نه از صراحت میاد، استعاره مصرحه یا آشکار، دو تا نقطه. اگر علاوه بر وجه شبه و ادات تشبیه، اگر علاوه بر وجه شبه و ادات تشبیه مشبه نیز حذف شود، اگر علاوه بر وجه شبه و ادات تشبیه مشبه نیز حذف شود، یعنی تنها مشبه به باقی بماند، یعنی تنها مشبه به باقی بماند، یعنی تنها مشبه به باقی بماند، آرایه استعاره مصرحه پدید می آید، آرایه استعاره مصرحه پدید می آید. سرسر در تشبیه مشبه را به مشبه به شبیه می کنیم، در تشبیه مشبه را به مشبه به شبیه می کنیم، اما در استعاره مشبه را خود مشبه به فرض میکنیم، اما در استعاره مشبه را خود مشبه به فرض میکنیم. به بیان دیگر، به بیان دیگر، در تشبیه ادعای ما همانندی است، در تشبیه ادعای ما همانندی است، اما در استعاره، اما در استعاره ادعا یکسانی می باشد. در تشبیه ادعای ما همانندی است، اما در استعاره ادعا یکسانی می باشد. متوجه شدیم بچه ها؟ یه لحظه من دقت کنیم، بعد من مثال بگم بنویسیم. تو تشبیه من میگم تو مثل گل میمونی، تو استعاره میگم گل من، تو تشبیه میگم تو مثل، ماننده، تو استعاره میگم خودش. تو تشبیه میگم مثل میمون میمونی، تو استعاره میگم میمون. دیگه فکر کنم یادتون نره دیگه، نه؟ پس هر وقت شبیه شدی تشبیه، هر وقت خودش شدی استعاره. تشبیه مرجع رو لازمه بنویسیم، تشبیه مرجع، تشبیه مرجع رو تو کتاب نداری شما، مسعود تقوی، تشبیه مرجع رو تو کتاب نداری، ولی خب خودم توضیح دادم. خب خیلی مثال، آها آفرین، محمد رضا علی بخشی خوب فهمید دیگه، دیگه این مثال تو ذهنش میمونه دیگه. اول گفتم مثل میمونی تشبیه، میمون استعاره، دیگه این یادت بمونه دیگه تا آخر عمره. خیلی خوب، بسیار خوب. یه مثال می‌نویسم ببینم حواستون هست. من میخوام برم صفحه بعد، این صفحه رو رد شم، اسکرین شات گرفتین، یادداشت کردین، بگذرم
برم. خب حواس منه، بگی خانه دل ما را از کرم عمارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. خانه دل ما را از کرم عمارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. ببینم کی جواب میده. آرایه های این بیت رو، نکاتی که تا اینجای کار گفتم رو به من جواب بدید. اولا عمارت، من یه اشاره بکنم که یه عمارت داریم با عین اینجا به معنی بنا، ساختمان، آباد، آبادانی. یه عمارت داریم با الف، امیری کردن، فرمان روایی، پادشاهی. یه امارت داریم بازم با الف به معنی نشانه. از این اشتباه نشه. خب خانه دل باریکالله محمد رضا علی بخشی گاگول، اشتباه گفتی. تماسبی درست گفت. خانه دل اضافه تشبیهی، تشبیه فشرده دیگه، استعاره دیگه. چرا؟ دل خودش قلب دیگه، خانه دل استاره از قلب، دل قلب دیگه. حسین بارک الله، خانه دل اینجوری میشه، دل مشبه. ای بابا دل، دل مشبه، خانه مشبه به، خانه دل اضافه تشبیهی یا به قول شما تشبیه فشرده. خب پس معنی اینجوری شد. آقای معشوق، از کرم و بخشندگی خودت دل ما را که همچون خانه ایست آباد کن، پیش از آن که مسعود تقوی خاله باریکالله. آفرین مسعود. چرا خانه استعاره شد؟ چرا خانه رو گفتی استعاره؟
اینجا مشبه بود، مشبهون به هم بود شد تشبیه. اینجا فقط مشبهون به خالی اومد. وقتی مشبهون به خالی میاد دیگه اسمش مشبهون به نیست، اسمش استعاره. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه. ناصر هستی؟ قبلا خوب جواب میدادی، الان چرت میزنی؟ امیر رایا ناصر رفت نه؟ ناصر امیر رایا گوگل رفت نه؟ میگم چرا جواب نمیده، نیست. چرت میزنی؟ یعنی چی صداتون رو ندارم؟ هادی مثل اینکه از میمون خوشت اومده. گفتم هر وقت گفتم مثل میمون میمونی تشبیه، هر وقت گفتم میمون استعاره است. فیروزی پور چیه؟ بچه ها از استعاره بگذرم؟ مطمئن شدین؟ یه استعاره دیگه هم شما که انسانی هستید داری که به اون استعاره متنیه میگن نه؟ اون رو هم با هم دیگه یه مرور بکنیم. ببینید اینجوری در نظر بگیرید، اگه مشبه بود مشبهم به هم بود میشد تشبیه. قبوله؟ اگه فقط مشبهم به خالی بود گفتیم به این میگن استعاره. منتها استعاره استعاره مصرح است. حالا یکی دیگه، اگه مشبه باشه خود مشبهنده نباشه، مثل اینجا که بشه تشبیه، عضو یا خصوصیتی از مشبهنده باشه بازم استعاره است. منتها این استعاره استعاره متنی است. چی شو؟ آقا یه بار دیگه
مشبه بود، مشبه هم به هم بود، تشبیه. فقط مشبه هم به بود، استاره مسرعه. مشبه با عضو یا خصوصیتی از مشبه هم به بود، استاره مکنیه. ببخشید میشه مثال بزنید؟ بله. آره باریکالا مسعود تقوی. ولی من نمیخوام مثالایی که حفظ کردیم از قبل بلدیم، دست اجل اینایی که شما دارین میگین، میخوام همینجا مثال پشت هم خودمون درست کنیم. اگه ما تونستیم مثال خودمون درست بکنیم، از قبل حفظ نباشیم، من متوجه میشم شما فهمیدین. یه لحظه مثال نزنیم، به من گوش کنید، بعدا مثال های شما رو گوش میدم. حواس کاملا به من بذارین. امروز یه بار واسه همیشه قال قضیه رو بکنیم. همه حواس به من. ناصر صدا منو داری؟ ناصر امروز داستان شدی یا؟ ببینید مشبه باشه، مشبه هم به هم باشه، بفرما. یا مثلا میگم با چراغ دانش گمراه نمیشوی. آقا بگو چراغ دانش، دانش مشبه، چراغ مشبه اون به تشبیه فشرده، آرایه تشبیه. کسی مشکل نداره؟ بریم بعدی. در دل چراغی برافروز تا از جهل و نادانی برهی. آقا در دل چراغی برافروز تا از نادانی و جهل برهی. ببخشید در دل میشه چراغ روشن کرد. اینجا مشبه بود، مشبه هم به هم بود، شد تشبیه. اینجا دیگه مشبه نیومد، گفته در دل چراغ برافروز. این چراغ بگو استعاره از دانش علم باری کردم. چرا استعاره ایه؟ مصرح است، چون فقط مشبه اون به تنها اومد، پس میشه اینا هاشش دیگه جلوشه استعاره.
داره مسخره. یکی دیگه، حالا حواس کاملا به من، کمی فتیله دانش خود را بالاتر بکش تا حقیقت را دریابی. کمی فتیله دانش خود را بالاتر بکش تا حقیقت را دریابی. ببخشید، دانش مگه فتیله داره؟ دانش شبیه شد به آفرین آقای مسعود و حسین. میشه بگیم به من چجوری فهمیدین چراغ؟ من اصلا چراغ نگفتم که. تو از کجا چراغ از کجا آوردی؟ دانش به چراغ شبیه شد. چراغ من اصلا چراغ نگفتم که. از کجا فهمیدی چراغ؟ آها، فتیله جزئی است، چراغ است. به ما راهنمایی کرد که دانش را شبیه کردیم به چراغی. از کجا راهنمایی کرد؟ چون چراغه که فتیله داره دیگه. یه بار دیگه میگم، دست ما همه نگاه کنین، همه دقت کنین، همه دقت کنین، همه دقت کنین. ببین، مشبه، دست را نگاه کنید، مشبه باشد، مشبه آمدن باشد، چراغ دانش تشبیه. فقط مشبه آمده باشد، در دل چراغی برافروز، استاره. مشبه باشد، عضو یا خصوصیتی از مشبه آمده باشد. این هم مشبه باشد، دانش عضو یا خصوصیتی از مشبه آمده باشد، فتیله. نیمدیم خود چراغ رو مستقیما بگیم که اگر میگفتیم میشد چراغ دانش. چراغ دانش نگفتیم، فتیله دانش گفتیم. ولی از این آسان‌تر دیگه نمیتونم بگم. خود مشبه، خود مشبه آمده تشبیه، خود مشبه یه خصوصیت یا عضوی از مشبه آمده استاره مکنیه. استاره مسرم که اصلا مشبه نمیان. بس سلام، بفرما، چراغ خالی اومد. اینا تونستم زمان بندازم؟ حالا تو داری میفهمی؟ بذار یه مثال دیگه هم بزنم. همینطور دارم مثال میزنم، دقت کنیم، تشخیص بدیم، بفهمیم. اینجا جا ندارم بنویسم، همینطور گوش میدین بفهمیم. همه دارم گوش میدن؟ فقط دو نفر نگن بله. اونایی که حرف میزنن بگن. دارین گوش میدین؟ ناصر، فقط تو جواب منو بده ببینم چرت میزنی یا قبلا حرف میزدی مشارکت میکردی، الان چرا حرف نمیزنی؟ بقیه نگاش کنیم، سکوت کنیم، ببینم چی میگه ناصر. ناصر به من بگو مثالی که میزنم توی این ستایی که اینجا نوشتم، تو فقط بگو جاشون کجاست، مثال برای کدومه. جناب آقای شهدی خسته نباشین. شهدی صدا منو دارین؟ عقاب سرنوشت در آسمان پرواز می کند. استاد شهدی. دیدی ناصر گاگول، من دارم حرف می زنم سکوت می کنی، حرف نمی زنی، باید خفتت بکنم؟ حالا تازه بگی، یه بار دیگه میشه بگی، چرا خودت نمیگی متوجه نشدی؟ حالا جواب بده ببینم، جواب بده بفهمی. ناصر ولش کن، جواب بده همین الان بفهم. عقاب چشمت به این نوشته های من هم باشه. عقاب سرنوشت
بهش در آسمان پرواز می کند، عقاب به سرنوشت. من خودم جواب میدم، بعدی رو که سوال کردم تو جواب بده. خب ناصر این مثال منو گوش کن، بعدی رو تو باید جواب بدی. باری کلا مسعود کسی جواب نده، بذار من ناصر رو متوجه کنم، من شما هم واسهتون مرور بشه. عقاب سرنوشت ناصر در آسمان پرواز میکنن، چون عقاب رو گفتم مشبه چیز، سرنوشت رو گفتم مشبه، عقاب رو هم گفتم مشبه هم به جفتش آمد. اون بالایه رو نگاه کن، دوتایی که نوشتم اینجا نگاه کن، مشبه بلاقی مشبه هم به عقاب به سرنوشت مشبه هست، مشبه هم به هم هست تشبیه، چون گفتم عقاب سرنوشت در آسمان پرواز میکنن. صفحه قبل یادته امرایا، سفره دل، الماس عشق، بارغم، عقاب سرنوشت مثل اوناست. هم سرنوشت اومد هم عقاب اومد، شد تشبیه. بس سلام. مثال بعدی، این عقاب از آینده ما با خبر است. دیگه سرنوشت رو ذکر نکردم، گفتم این عقاب از آینده ما با خبر است. عقاب تنها اومد، دومیه فقط مشبه به، این میشه استاره مسرحه باریکلا. بعدیه رو من بعد چجوری بگم؟ سومیه مشبه داره بگه عضو یا خصوصیتی از مشبه اون به، نه بعد اسم بازم عقابو ببرم، بعد اینجوری بگم. بذار بنویسم، غذا چون زگردون فرو هشت پر، غذا چون ز گردون فرو هشت پر، وقتی سرنوشت پر خودشو جمع کرد، وقتی سرنوشت پر خودشو جمع کرد، مگه سرنوشت پر داره؟ سرنوشت شبیه شد به سرنوشت مشبه. سرنوشت شبیه شد به کی؟ بچه ها بگیم سرنوشت شبیه شد به چی؟ عقاب. باریکلا. ببخشید آقای مسعود تقوی، آقای حسین تماسبی، آقای محمد رضا علی بخشی، آقای هادی شفقی، ناصر، از کجا فهمیدی؟ عقاب که پر دارد، غذا چون ز گردون فرو هشت پر، وقتی غذا با سرنوشت پر خودشو جمع کرد، مگه سرنوشت پر دارد؟ از پر فهمیدم که این به یه پرنده قوی شبیه شد، مثلا عقاب. این میشه متنیه باریکلا. بچه ها نمیدونم امروز تونستم کمکتون کنم؟ بسیار خوب، درس ما تا همین جا باشه، من جلسه بعد